همیشه یکی از سختترین کارهای دنیا اینه که بعد از چند ماه دوباره بشینی پشت میکروفون سلام به همه رفا اونم که خیلی خوب باشه من هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید که آخر ویدیو جدید قرار بعد از تقریبا یک ماه دوری از ویدیو گرفتن و یوتیوب دوباره برگردم به روند ویدیو ساختنم و داخل اولین ویدیو یه ویدیوی قرار براتون که توی این چند وقت و توی این مدت نبودنم خیلی از من درخواست کرد که ویدیوشو بسازم داخل کامنت های ویدیو قبلی مخصوصا دو تا ویدیو قبلیم خیلی گفته بود که دربارش ویدیو بسازم اونم موضوعیه که الان شاید خیرتون ذهنتون رو درگی کرده باشه اونم چیزی نیست جز اینکه آقا آیفون 16 رو بخریم یا نه که به نظر من نخرید حالا چرا نخرید در ادامه ویدیو بهتون میگم البته فعلا نخرید قبل از که من سوال رو خیلی ممنونم که این ویدیو لایک کنید اگر از محتوا چند من خوشتون اومد خیلی ممنونم که من رو سابسکرایب کنید داریم کم کم سه کا میشیم تا سه کا شدنمون هیچی نمونده خیلی ممنونم که چنل منو سابسکرایب کنید هفته دیگه باقی نمونه بدون عطلی بریم سرقه شو ببینیم خب تقریبا سه چهار هفته از معرفی شدن آیفون های 16 داره میگذره سری آیفون های 16 خانواده آیفون های 16 از معرفیشون داره میگذره و مثل همه آیفون های قبلی 14 و 15 16 هم خیلی داستان راجبش زیاد بود از اول قبل اینکه معرفی شه تا الان که حالا معرفی شده و این اتفاقی که افتاد این بودش که طی معرفی شدن آیفون 16 اعلام شد که تولیدات آیفون 16 به طور کل قطع شده و دیگه آیفون 13 تولید نمیشه پس در واقع آخرین آیفونی که داخل ایران رجیستر میشد دیگه تولید نمیشه و اینجا حالا دو تا اتفاق میفته یا کلا نسل آیفون ها داخل ایران منقرض میشه و ما باید یاد بگیریم که با آیفون های بدون رجیستر زندگی کنیم همونطور که من الان دارم زندگی میکنم و خیلی از شماها و یا باید ببینیم که شاید یه اتفاقی بیفته و این گوشی رجیستر بشه قبل از که میخوام سراغ این مسائلش بریم بریم, بریم اول سراغ این که آقا ببینیم چه تغییر داده شده آیفون 16 کاری ندارم که آیفون 16 پرو مکس و پرو اینا چه تغییری داشته کلی میخوام بشنو کنم بزرگترین تغییری که داخل آیفون 16 اتفاق افتاده اضافه شدن دکمه کپچر دکمه کپچر یه سری قابلیت خاصی رو برای شما داره چی مثلا اینکه شما وقتی که روش کلیک کنید سریعا وارد اپ دوربین میشه و دو... کلیک دوم سری شروع میکنه به عکس گرفتن با نگه داشتنش فیلم میگیره با این حالت اینجوریش کنید اینجوری روش این فشار رو بیارید زوم و زوم بک میشه و خب یه سری اتفاقات جالبی تو رقم میخوره که به نظر من به عنوان کسی که با گوشیم زیاد عکس میگیرم جالبه اما یه نکته که همون لحظه اول به چشم من اومد و اینجوری بودم که نه اون قدم به درد نیست که من اکثر عکسام با گوشی این شکلیه گوشی تو دستمه و این دکمه اینجاست اگه دقت کنید این الان گوشیه من گوشی ما اینجوری میگیرم این گوش... این دکمه اینجاست و یکم سخته در صورت که شما اینوری بخواید ازش استفاده کنید آره جاش خوبه اما وقتی بخوای اینوری عکس بگیری که الان اکثر عکس و فیلممون این طرفی اینجا یه ذره جاش به نظرم جالب نبود اگه یه ذره وسطتر حداقل بود شاید بهتر بود یا بالا که نه ولی خب وسط فکر می‌کنم کم جاش بهتر بود برای همین به نظرم شاید تو دنیای الانی که اکثر عکس و ویدیوها داره عمودی ضبط میشه و مثلا جاهای مختلف استفاده میشه یه ذره این دکمه اذیت کننده هم میتونه باشه و به نظر من چیزی نیستش که بگیم واو ولی یست جدیدی که احتمالا در آینده توی گوشی های مختلف مخصوصا شیامی قطعا خواهیم دیدش و استفاده میکنن از این دکمه کپچه چون آیفون این چیزی وقتی میاره طبیعتا جاهای دیگه هم استفاده میشه و ترند میشه اما چیزی نیستش که بگیم واو چه اتفاقی افتاده از اون طرف داخل پردازنده یه مقدار بهتر شدن داخل صفحه نمایش صفحه نمایش همه مدلها بزرگتر شده درصد بیشتری از نمایشگر دارن توی طراحی تغییر آنچان خاص نشین بجز آیفون های معمولی آیفون های معمولی دیگه دوربیناشون حالت اوریب نداره و حالت صاف شده که 100 درصد همتون دیدید و دلیلش هم اگر نمیدید دلیلش اینه که توی هدست اپل،, اپل،, اپل که سال پیش معرفی شد اپل ویژن ویدیوهایی میتونید با این حالت دوتا بالایی هم بودن میتونید ویدیو بگیرید که توی اونا خیلی خفن دیده میشه دیگه اصلا یعنی مخصوص اون کار ساخته شده که خب خیلی به درد نمیخوره اما به نظر من طراحیشون خیلی خوشگل تر از این حالت اوری به من خودم اون طراحی بالا پایینه رو بیشتر دوست دارم و همین اتفاق خاصه دیگه نفته یه مقدار باتری بهترش مثل هر سال هر سال اپل چیکار میکنه نمیدید خیلی خفن یهو ارائه بده که همه واو چرا یه چیزی مثل اپل اینتلیجنس یا همون ای آی اپل اومد که خب خیلی سخفنیه به نظر یه سری قابلیتای داره که واقعا به درد بخوره کارآمده اما خب به درد ما ایرانیا تو جاهای خیلی کمی میخوره خب مدلای خاصی فقط دارنش اما خب به نظر اون چیز جالب بود ولی باز هم اینجوری که بگیم واو چه اتفاق خفنی افتاده و خب مثل همیشه اپل اومد توی گوشی‌های جدیدش یه چیز جدیدی اضافه کرد که فقط یه چیز جدید اضافه کرده یه کم بهتر شد پس از بابت اینکه چقدر خفن تر شده به نظرم میتونیم اینجوری بگیم که کسایی که آیفون 15 دارن سری آیفون 15 دارن خیلی نمیصرفه که بخوان بخاطر این نسل برن مثلا نسل بعدی رو بگیرن مگر اینکه دیگه خیلی به ای علاقه داشته باشن و به خاطر اون ای برن بخرن اما به نظرم خیلی ارزش خریدی نداره که بخواید از 15 بدی روی 16 و اما اگه مثلا 13 یا 14 دارید یا نسل قدیمی تر دارید چرا به نظرم ارزش داره که بخواید آیفون 16 بخرید مخصوصا آیفون 16 معمولی که با توجه به تغییراتی که داشته و مقداری بهتر شده تغییر قیمتی نداشته پس تو این بازه توی این مورد بهتون بیشتر میکنم که اگر آیفون قدیمی تر دارید میتونید سراغ آیفون 16 یا مدل های بالاترش برید اما اول ویدیوتون گفتم که بهتون پیشنهاد کنم که نخریدش به هیچ وجه نخریدش در حال حاضر به دو, دو تا اول کلا هر گوشی فرق نمیکنه سامسونگ شیامی اپل هر گوشی که جدید وارد ایران میشه یه حباب قیمتی داره همه چیز توی ایران یه حباب قیمتی داره که این حبابه وقتی که اولش وجود میاد خیلی قیمت بالایی داره شما باید صبر داشته باشید تا قیمت این گوشی بیاد یه مقداری در حال حاضر قیمت واقع... اصلیشو نمیدونم که داخل بازار چنده ولی 100 درصد ده 20 میلیون تومن بالاتر از اون قیمتی که قیمت اصلیش در حال حاضر داره فروش میده پس بهتون بیشتر نمیگم که در حال حاضر بره سراغ آیفون 16 چون که قیمت خیلی بالایی داره و خریدش در حال حاضر منطقی نیستش. این مورد اول. مورد دومی که وجود داره اینه که آیفون 16 ممکنه رجیستر بشه. چرا میگم ممکنه رجیستر بشه؟ یک اخبار خیلی زیادی درباره این موضوع که ممکنه رجیستر بشه، اما از طرف هیچ اخبار نقضی نیومده که بگن نه. آیفون 16 رجیستر نمیشه تا جایی که من میدونم تا جایی که اخبار دنبال کردم خبری نمیاد که بگه آقا نه ما آیفون 16 به هیچ شما رجیستر نمیشه و مثلا به امیدش نباشید اما برعکس سری از خبرگزاری اومدن این خبر رو زدن که ممکنه آیفون 16 رجیستر بشه چند وقت پیشم داخل تلویزیون اعلام شد که ممکنه رجیستر بشه این سری اتفاقات مختلف و اهورا و متی شجری دارن رقم میزنن که همه اینا داره این نوید رو میده که ممکنه که آیفون 16 رجیستر بشود و امیدوارم که بشود چون در غیر این صورت واقعا ما فقط باید دیگه به این امید باشیم که خب که با آیفون های بدون ریستر بتونیم زندگی کنیم که میشه زندگی کرد من همین الانشم با آیفون 16 ببخشید با آیفون 15 معمولی خودم دارم آنتن دارم و دارم زندگی من میکنم و خب اگرم که حالا آیفون 15 جزء گزینه تو هست و میخواید آیفون 15 در حال حاضر بخرید که به نظر هنوزم گوشی هستش که قابلیت خریدن داشته باشه لینکشو این بالا براتون میارم ویدئویی که خودم براتون گذاشتم میتونید ویدیو رو هم نگاه کنید اما در کل به نظر این مسئله رجیستری میتونه دلیلی باشه که در حال حاضر فرانس سرق آیفون 16 نرید چون ممکنه که رجیستر بشه و اگر رجیستر بشه به نظر من بهترین گزینه در حال حاضر برای اصلا 15 و 14 و 13 برزی دور فقط برید 16 بخرید که امیدوارم در کنار اینکه 16 رو رجیستر میکنن یه شرایطی رو بذارن که آیفون های قدیمی تر 14 و 15 هم بشه رجیستر بشن و اینجوری واقعا شاید خیلی بهتر بشه البته اگر بشه فکر کنم خیلی باید قیمت بالایی داشته باشه ولی خب به هر حال بنظرم برای کسی که میتونه هزینه بکنه میصرفه اما در کل بخوام بهتون میگم آیفون 16 ارزش خرید داره اما نه در حال حاضر و الان داخل ایران اگر که داخل کشور دیگه هستید که خب نوش جونتون برید بخرید اش کنید و استفاده شو ببرید اما داخل ایران به نظر می کوچولو صبر کنید وایسید ببینید رجیستر میشه یا نه در صورت که رجیستر شد گفتم اگه آیفون 15 دارید نمی صرفه بخواید برید هزینه کنید و آیفون 16 بگیرید اما اگر آیفون قدیمی تر دارید چرا می صرفه بخواید آیفون 16 بگیرید اگر تا انتهای میدو اومدید خیلی ممنونم که این ویدیو رو لایک کنید اگر از محتوای کانال من خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب کنید نظرتون هم راجع این به این ویدیو به حرفا داخل این ویدیو زدم داخل کامنت ها من بنویسید بیاد بگید که آقا با نظرات من موافقی یا مخالفید اگر مخالفید دلیل منطقی بیاد بیاد با هم صحبت کنیم و به این نتیجه برسیم که آیفون 16 ارزش خرید داره یا نه مرسی که تا این تا با اومدید خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی میبینمتون خیلی مخلصم